چهارم لیتره. اوکی بوده بریم. اینجا رو دقت کن، این هفته با 56 ساده میشه، 56 هفلشت هست دیگه، هفتش با هفت میره، اینجا یه هشت میمونه، اینجا یه رقم اشاره است. خوب دقت کن، هزاره میره بالا، ضرب در اون یه رقم اشاره بشه یه دونه صد میمونه. بله، هزار رفت بالا، با اون یه رقم اشاره، یه رقم اشاره رو به فنا داد، صد موندش. یه هشت ضرب در 125 هم توی مخرج، هشت ضرب در 125، هشت تا 125 تا که میشه هزار تا، صد با هزار ساده بشه میشه یک دهم. حله، این غلظت اوهاشه بچه ها، غلظت اوهاش یه دهم یا همون ده به توان منفی یکه. یادته توی فصل اسید و باز یه فرمول طلایی داشتیم، هاش در اوهاش مساوی ده به توان منفی 14 میشه. حالا وقتی اوهاش ده به توان منفی یکه، ببین فرمولمون این بود، نباید اینا رو بنویسی ها، هاش در اوهاش منفی میشه ده به توان منفی 14. وقتی اوهاش شده ده به توان منفی یک، پس هاش چقدر میشه؟ آباری کلا میشه ده به توان منفی 13. چه عددی ضرب در ده به توان منفی یک میشه ده به توان منفی 14؟ ده به توان منفی 13. پس اینجا نسبت اوهاش رو میخواد به هاش. خب اوهاش که شد ده به توان منفی یک، تقسیم بره هاش که شد ده به توان منفی 13، ده به توان منفی 1، ده به توان منفی 13، ده به توان منفی 13 بیاد بالا میشه ده به توان مثبت 13، میزنه ده به توان منفی 1 رو از بین میبره، میمونه ده به توان 12 که دقیقاً اینم همینو گفته. پس این هم درست شده. پس اینجا رو هم من با اجازهتون پاک میکنم که مجدد فضا داشته باشیم واسه ادامه. برو بریم ادامه ببینم. در 5 میلی‌لیتر از این محلول، دوباره کاوهاش، آقا کاوهاش رو نگاه کن، میخواد آنیون کاتیونش رو بررسی کنه. کاوهاش یه دونه کا میده، یه دونه اوهاش میده. توی قسمت قبلی الان مگه غلظت اوهاش رو ما به دست نیاوردیم؟ یه دهم. پس اینم میشه یه دهم، ضرایبش برابره دیگه، این یه دهم، این یه دهم. با هم مجموع آنیون ها و کاتیون هاش چقدر میشه؟ با هم میشه دو دهم. واحدش چیه؟ مولار دیگه، مولار، مول بر لیتر. پس واحدش از مول بر لیتره. چی گفته؟ گفته تو 50 میلی لیتره. خب بچه 50 میلی لیتره همون 50 هزارم یا همون 5 صدم لیتره، تقسیم بر هزار کردم فقط به لیتر تبدیل بشه. از اینجا چی به ما میده؟ مول رو میده. دو دهم ضرب در 5 صدم میشه 10 هزارم یا همون 1 صدم. اینم گفته 1 صدم مول کاتیون آنیون میده، اینم درسته. به به، اگه به این محلول 1.4 گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود، غلظت اوهاش 3 برابر خواهد شد. واقعیت اینه که این اصلا نباید حساب کتاب کنی، این یه تحلیله. بیا اینجا خوب دقت کن بچه ها، غلظت اوهاش واحدش چی الان نوشتیم دیگه؟ مول بر لیتر. میتونیم به جای مول اصلا پاکش کنیم، بنویسیم گرم تقسیم بر جرم مولی. پس غلظت اوهاش به این گرم و لیتر و جرم مولی وابسته است. در مورد کاوهاش الان فقط گرم رو تغییر داده، گفته 1.4 بیشتر میکنیم، اضافهش میکنیم. لیتر ثابته، جرم مولی ثابته. بچه‌ها وقتی این مخرج ما ثابته، این با این رابطه مستقیم داره. اینو دو برابر کنی این دو برابر میشه، اینو نصف کنی اینم نصف میشه. حالا بچه‌ها در ابتدا چقدر بوده؟ 0.7. 1.4 هم اومده روش، به اندازه دو برابرش اومده روش. 0.7 بوده، 1.4 اومده رو، شده الان 2.1. محمد جان 0.7 بوده الان شده 2.1، چند برابر شده؟ 3 برابر. گرمش باریکلا 3 برابر شده. بچه ها گرم و الان ما 3 برابر کنیم، غلظت اوهاش همه 3 برابر خواهد شد. تحلیل جذابی داشت، مرسی. بریم ادامه. محلول اینجا یه غلط تایپی داشته بچه، من اصلاحش کردم، کات دادم اصلاحش کردم و درستشو بریم. محلول اسیدهای ضعیف HA و HD، اسید ضعیفه پس باید درجه یونش داشته باشه، درصد داده، اذیت کرده. این واسه اسید HA درجهشو بخوایم بنویسیم میشه 12 صدم. این یکی هم 2.5 میشه 2.5 ضرب در 10 تا منفی 2 یا تقسیم بر 100، فرقی نداره، 2.5 به روی 100. پهاشاشون برابره، این خیلی کمکمون میکنه. در دو ظرف جداگونه وجود داره نسبت غلظت HD به غلظت HA. اینجا رو نگاه کن محمد، گفته پهاش برابره، درسته؟ پهاش این اسیده مساوی پهاش اون یکی اسید است، قبوله؟ حله.
قبول داری وقتی پ هاششون برابره یعنی غلظت هاششون هم باید با هم برابر باشه، یعنی غلظت هاش مثبت این اسیده مساوی غلظت هاش مثبت اون یکی اسید است. اوکی تا اینجا. یکی از فرمول های غلظت هاش چی بود؟ ام آلفا ان. از اونجایی که جفت اسیدا Đang nằm đây. Bây giờ ăn ở đây mà.